در همین رابطه بگم. توضیح به بینندگان عزیز بدم که اینجا که ما نشستیم یه از این ساعت‌های دیجیتالی اون بالا هستش و اگه درست باشه الان 21 و 23 دقیقه و 55 ثانیه هستش. بله. آقای سلیمی نمی ایشون حدود 14 15 دقیقه صحبت کردن. من فقط خواستم بگم که وقت اینجوری به هر حال اگه شما مطالبی رو بفرمایید. نه من فقط خواستم بگم که به مردم عزیز ایشون این مقدار صحبت کردن. شما البته اگر آقای دکتر نجفی یا آقای کاشانی هم اگر مطالبی لابلای صحبت دارن نه شما مطلبتون رو بفرمایید. ببخشید آقای سلیمی اجازه بدید آقای بفرمایید آقای دکتر می‌خوام مثلا بازم ایشون صحبت یه 15 بفرمایید. نه خواهش می‌کنم بفرمایید. اینا اشکالی نداره. بفرمایید. ببینید بحث من این بود که وقتی شرایطی که به وجود آمده بود این شرایط میطلبید که یک قدرت مرکزی به وجود بیاد. رضاخان از وقتی که کودتا شد تا زمانی که تاج گذاری کرد یه فاصله در حدود 4 سال هسته. 4 سال اندی. بله. تو این 4 سال اندی ایشون تونست اون چیزی رو که از بعد از مشروطه از بین رفته بود تو اون 15 سال، یعنی امنیت، اونو به وجود بیاره. و چون این لیاقت رو داشت، این توانایی رو داشت، این شهامت رو داشت، این جسارت رو داشت، تونست امنیت به وجود بیاره. مرحوم مدرس ازش پشتیبانی کرد، مرحوم مصدق ازش پشتیبانی کرد تو اون مقطع 4-5 سال و کازرونی ازش حمایت کرد، ملک الشعرا باهار حمایت کرد، سلیمان میرزا اسکندری حمایت کرد، برای اینکه می‌دیدن داره کار میکنه، داره تمام اون شیرازه ای که عصب پاشیده بود این مجدداً داره مستقر میکنه. در این حال یک عنصری را میدیدن، هم مدرس میدید، هم مصدق میدید، یه سری آدمایی که به هر حال مسائل سیاسی هم براشون مطرح بود، نگرانی از اون بعد استبدادی و دیکتاتوری رضاخان داشتن و میدونستن این شمشیری که الان داره خزعل رو نابود میکنه، اسماعیل خان سیمتخور رو نابود میکنه، صادق کرده رو داره نابود میکنه، اون میتونه اون وقت بیاد به در جهت عکس هم میتونه حرکت بکنه و هر کسی دی که از ایشون مقابل ایشون به ایسته در حقیقت او رو هم به روز سیاه خواهد نشون. اینو مصدق درست دیده بود، مدرس هم درست دیده بود، ولی مشکلی که بود این بودش که خدمات رضاخان اونچنان زیاد بود که بازار ازش حمایت میکرد، روحانیون ازش حمایت میکردن، مجلس ازش حمایت میکرد، تجار ازش حمایت میکردن. بنابراین جدا از عامه که ازش حمایت میکردن، چون بعد از 15 سال اقتصاد مملکت یواش یواش شروع کرد به حرکت کردن، امنیت شروع کرد به حرکت کردن. ببینید شما یه مال و تجاری رو از تهران بخواستید بفرستید تبریز، از تهران که میرفت بیرون نزدیکای کرج یه عده بودن، در زنجان ذوالفقاری ها بودن، بالاترش یه گروه دیگری بودن، یعنی اساسا همه چیز فلج شده بود در این 15 سال و حالا رضا شاه تونسته امنیت رو برگردونه. و فقط اینها نبودن که از رضا خان حمایت کردن در اون مقطع قبل از تاجگذاری، نخبگان فکری و سیاسی و فرهنگی کشور ازش حمایت کردن. مرحوم زکالملک فروغی ازش حمایت کرد، داور ازش حمایت کرد، تیمورتاش ازش حمایت کرد، چون میدیدن نتیجه داره میده، ازش نتیجه داشتن میگرفتن. منتها عده‌ای همچنان پشت رضا شاه ایستادن از نخبگان ما و در حقیقت اونها بودن که باعث مدرنیته ایران شدن. ببینید زمانی که رضاخان کودتا میشه ما چیزی اصلا به اسم بوروکراسی نداریم، وزارتخونه به اون معنا نداریم، یه مش دبیر هستن که دمال زمان قاجارها هستش. 20 سال بعدش در شهریور 20 که رضاشاه داره کشور رو ترک میکنه، ما چندین وزارت، ما نزدیک حدود 90 هزار پرسنل اداری داریم ما، یعنی بوروکراسی رضاخان به وجود آورده. زمانی که کودتا میشه ما چیزی به نام صنعت نداریم، 20 سال بعدش ما یه چیزی حدود 300-400 هزار تا فقط کارگر داریم، صنعت سیمان داریم، صنعت نساجی داریم، صنایع غذایی داریم،
رضاخان به جد به دنبال این بودش که در کرج رو به هم بیاره. ببینید آقای زیبا کلام لااقل بذارین منم صحبت خودم رو بکنم، بعد شما میگه که نه اینا رو رضاخان نکرد، اینا رو مثلا دیگران کردن. خب آقا شما اب نداره، اگه دولتی هست بفرمایید. آقای دکتر مش مثلا بحث نکردن، اول بحث کنن که بعد مصاحبت کنن. صنعت و زمانی که رضاخان دکتر زمانی که رضاخان بوده تا شد ما چیزی اصلا به اسم ارتش نداشتیم. 20 سال بعدش رضاخان که داره کشور رو ترک میکنه، ما یه ارتش 120 هزار نفری داریم، نیرو زمینی داریم، نیرو هوایی داریم، نیرو دریایی داریم. ببینید اینا رو شما اینا رو چجوری شما میخواید منکر بشید؟ ما اصلا راه شوسته نداشتیم، هزاران کیلومتر راه شوسته در زمان رضا شاه به وجود اومد، راه هم به وجود اومد، دانشگاه به وجود اومد، بیمارستان های مدرن به وجود اومد، اداره سبت به وجود اومد. شما اینا رو میخواید منکر بشید، بگید که اینا رو مثلا انگلیسا به وجود آوردن، آمریکایی‌ها به وجود آوردن. ضمن اینکه آقای دکتر رجب‌لو، این خیلی مهمه، تمام این اقدامات و تمام این خدماتی که در زمان رضا شاه شد پول نفت نبود، از مالیات بود. از نظر حکومتی من میگم، ببین من آدم من سلولای بدنم هم یه آدم لیبرال هستش، من با تمام وجود از ابعاد سیاسی و شیوه حکومت کردن رضاخان متنفرم، اصلا نمیتونم. احتمالا من اگه زمان رضا شاه بودم 200 بار اعدام شده بودم. ولی اقداماتشو، اصلاحاتشو، اینا رو مگه میشه ندید؟ اساسا چیزی به نام فساد وجود نداشت در زمان در مدیریت رضا شاه. این که دزدی شده، این که خوردن، این که بردن، نمیدونم رشوه گرفتن، اصلا چنین چیزایی وجود نداشت در زمان رضا شاه. ببینید اینا رو ما نمیتونیم منکر بشیم. و برخلاف اون چه که آقای سلیمی نمی و دوستانشون پر کردن تاریخو تو این 20 سال، تو این 30 سال، اتفاقا هم انگلیسا به شدت از رضا شاه متنفر بودن، چون آدم قلدری بود، آدمی بودش که تبعیت نمی‌کرد، حرف‌شنوی نداشت. هم رضا شاه به شدت از انگلیسا متنفر بود. نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این شدش که رضا شاه از سال‌های آخر حکومتش یواش یواش تو اون 7 8 سال آخر رفت به طرف آلمان‌ها. ساختمون وزارت دادگستری رو آلمان ها درست کردن، راهن رو آلمان ها درست کردن، سبت رو آلمان ها درست کردن، پل ورست رو سوئدی ها آلمان ها درست کردن، راهن رو آلمان ها آوردن. با کمک آلمان ها بودش که در حقیقت در سالهای آخر حکومتش باز در کرج زوبا هم بیاره. و همین رفتن به سمت آلمان ها بود که تیشه به ریشک زده شد، برای اینکه انگلیسا وقتی جنگ جهانی شروع شد، انگلیسا منظما بهش گفتن که آلمانیا زیاد هستن، ما با آلمان داریم جنگ میکنیم، نمیشه آلمان ها در ایران باشن. ولی روی اون قدی که داشت، روی اون تبختری که داشت، روی اون روحیه که من آنم که فلان که داشت رضا شاه، گوش نداد به فشاری که از ناحیه انگلیسا بود و میگفت ما در جنگ اعلام بی‌طرفی کردیم. وزارت خارجه انگلستان لیست جاسوسای نظامی اطلاعاتی امنیت آلمان رو برای وزارت خارجه ایران فرستاد که شما میگید اینا مهندسن، دکترن، تکنسین هستن، دارن راه میکشن، دارن جاده میکشن، میخوان زوباهنه بیارن. اینجوری نیستش، خیلی از اینا جاسوسای برجسته ارتش آلمان هستن. بازم اینا رو قبول نکرد. و خب آقای دکتر بفرمایید. آقای کاشانی داشتم اصلا وارد این بحث بشم. آقای سلیمی اجازه بدید آقای کاشانی نظرش رو بگم. من یه واقعیتی رو بگم و اون اینه که حضور تعدادی آلمانی در ایران دستاویزی بود که انگلیس ها برای حمله به ایران انتخاب کردن. ولی اینا یه تعدادی بودن، کارشناسان فنی در سال 1320 که اینها کارهای صنعتی و فنی رو به عهده داشتن و تحت نظارت کامل نیروهای امنیتی کشور هم بودن. حالا ممکنه تو 700 نفر 800 نفر دو نفر هم کار جاسوسی بکنن، ولی این نه به امنیت متفقین زیانی وارد میکرد و نه به امنیت ملی ایران. بنابراین اشغال ایران از سوی متفقین در حقیقت یک اقدام خلاف حقوق بین الملل بود و در واقع نادیده گرفتن اصل این طرف ایران. شما مگه نمیگید؟ مگه آقای سلیمی نمیگه که رضا شاه نوکر انگلیسا بوده؟ چرا پس انگلیسا وارد ایران شدن؟ چرا انگلیسا ایران رو اشغال کردن که رضا شاه رو برکنارش بکنن؟ شما که میگید این نوکر، این عامل، این مال خودشونه. شما که میگید، شما منظورتون آقای سلیمی نمینه، ولی من میخوام اصلا این بحث رو فارغ ازش بشیم و توجه داشته باشید که چگونه سیاست‌های خارجی در این کشور امنیت ملی ما رو بر نمی‌تابند و فقط در جهت منافع خودشون در واقع کشور ما رو می‌خوان بازیچه سیاست‌های خودشون قرار بدن و تحت عنوان چند تا آلمانی در ایران میان
لشکرکشی میکنن، کشور رو اشغال میکنن. و نکته دیگه اینه که اشغال کشور رو بعداً به قانونی و در واقع مشروعیت بهش بخشیدن همین سیاست های متجاوز، که البته من در این مورد خوشبختانه یه جلد کتاب درباره اشغال ایران از طرف متفقین نوشتم و اسنادش آوردم. بله. ولی من هنوز برمیگردم به حرف اصلیم، جناب عالی که استاد هستید، اگر یه پایان نامه‌ای نوشته بشه و یه موضوعی براش عنوان بشه ولی خارج از پایان نامه مطالب نوشته بشه، شما پایان نامه رو نمیپذیرید.